وقتی که به مسیح ایمان میاریم یک شنوایی احساس میده، یه جایی نفس باعث شادی آرامش میشه. حتی از راه دور من وقتی برای عزیزان توی ایران دعا میکنم، اونها به من میگن هموطنی که من ایشون رو نمیشناختم به من تماس گرفت و باهاش صحبت میکردم توی راه و عزیزمونم شاهد بودش، سمی جان وقتی که من گفتم میخوام برای شما دعای توبه بکنم خیلی با سردی گفت باشه، حقم داشت، مثلا نمیدونه قصه دعای توبه چیه، فقط انجیل مسیح رو خونده ولی تجربه نکرده نچشیده. گفتم میخوام دعای توبه و نجات رو بخونم مطابق کلام خدا، آیا شما این باور رو دارید؟ ایشون رضایت دادن و من دعا کردم. من دعا میکردم اون گریه میکرد، کسی که نمیدونست درک نکرده بود قبلش این احساس رو، و فقط وقتی دعا تموم شد گفت مدت‌های طولانی هستش که یه چنین حسی نداشتم. چقدر احساس زیبا! این کار روح القدس بود، کار ما نبود. روح القدس قلبای ما رو لمس میکنه که مال او باشیم، متعلق به او باشیم. اما این توی دنیا به تو میگه بیا شکل من بشو، ببین منم خوشگلم، ببین منم توی جایگاهی هستم که تو رو خوشحال و هپی میکنم. مواظب باشیم وقتی به خانه خداوند اومدیم، تو مال خدا هستی، با هدایت خدا همون گونه که صلاح میدونی مال خدا زندگی کن، در مسیر اراده خدا زندگی. شخصی از جلوی کلیسا رد می شدید یه تابلوی نوشته شده که اگر از گناه خسته شدی میتونی وارد کلیسا بشی. همین که داشت می خون یه برگه کاغذ کوچیکم پایینش یه رندی نوشته بود در غیر این صورت میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. از این شماره تلفن ها هست، از این آدرس ها هستش که ما رو دوباره به سمت دنیا بکشه. پس جایگاه خودمون رو بدونیم برای مقدس شدن. از اون اگر میخواهیم مقدس باشیم میباید به یاد بیاوریم قدوسیت خدا رو و آن را اعلام کنیم تا در حضور او توان مقدس بودن رو داشته باشیم. وقتی در حضور او هستی میتونی قوت رو بگیری که چگونه مقدس باشی. اما نمیتونی بگی من در حضور خدا نیستم، تجربه ای ندارم، در زمان پرستش توی کلیسا نیستم، سوء تفاهم نشه البته، در زمان دعا نیستم، کلام نمیخونم، من نمیدونم چقدر خلای خالی در وجودم هست، چرا تو مشکلات و سختی‌ها که میفتم احساس میکنم که اون آرامش رو ندارم، نمیتونم، امیدی ندارم. باید در حضور خدای رو تجربه کرد. سیمین بهمهانی میگه مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی، دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند. حقیقتا همین دلم زهر چه به غیر از تو بود خالی مان، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی.